بسه دیروز نشده اینم گره. مطمئن باش تا آخر زنگ همه بچه های تریپو گرفتن. تو خیلی باحال شده. کاش پوری حواسش باشه اینجوری بیاد مدرسه. اون حواسش هست. بذار بیا. چرا آستین تو تا نزدی؟ چی؟ آستین تو چرا تا نزدی؟ واسه چی باید آستین رو بزنم بالا؟ تو همیشه از همه چی باید عقب باشی؟ همه اینجوری هم. اون وقت میگه چرا؟ هوا سرده، دستم یخ میزنه. بیام پرت میزنی همینه دیگه. خیلی خوب بابا. بیا. خوب شد؟ حالا باحال شدی. خواهر من که چیز زیادی از شما نخواستم. شما با شرایط منم درک بکنید دیگه. از وقتی این زن ما رفته بیمارستان ما گرفتار شدیم. من یه سره یه پام بیمارستانه، یه پام تو مدرسه است. خیلی خوب، خیلی خوب، خودم حلش میکنم. اصلا میدونی چیه دیگه، هیچ کاری با شما ندارم. خیلی ممنونم، دستت درد نکنه. خداحافظ. خوبی کما؟ سلام آقا، شما که اومدید؟ من متوجه نشدم. این روزا تو متوجه خیلی چیزا نیستی. مثلا چی آقا؟ خانم حالشون چطوره؟ خوبن؟ همچین تعریف نداره آقا، بردمش بیمارستان. بچه ها کجا؟ خواهرم میاد مثلا کارهای خونه رو انجام میده. کمال نمیخوای چند روزی بری مرخصی؟ من برم مرخصی؟ کی دیگه میخواد این مدرسه رو جمع کنه؟ ها؟ مدرسه رو که نمیتونم ولش کنم. بعدش هم خواهرم هست کمک میکنه دیگه. هر جور صلاح میدونی. کمال حواست به بچه ها هست این روزا؟ میبخشید ولی شما الان چهارم پنجمین باره که نمیپرسید. شما گوشه کنایه میزنی؟ این چه حرفیه؟ ظاهر بچه ها رو میگم. چیزی شده مگه؟ اگه دقت کردی هر چند روزی بار اکثر بچه ها ظاهرشون رو مثل هم درست میکنن. احساس میکنم یه شیطنت کودکانه هست. آره حواسم هست. خیالتون راحت باشه. کمال با آرامش و تدبیر و بله آقا خیالتون راحت باشه، من حواسم هستش. متوجه هستی؟ مطمئن باشید. بله ببین خیلی خوب، نگران نباش، من درستش میکنم دیگه. تو خودتو برسون اونجا، منم به بیمارستان یه زنگ میزنم. باشه منم میام، هر طوری شده میام. خیالت راحت، خداحافظ. میگم چطور اسم گروه بذاره شکست ناپذیر رو؟ یکی هم گرفت. آره گرفته، چه جور هم گرفته. آقا ما یه رکورد زدیم. مثلا همه اینجوری اومدن مدرسه. بچه ها بهتره یه مدت بیخیال شیم، خیلی تو چشمه. راست میگه اما یراقچی که حواسش به ما نیست، کسی هم کاری با ما نداره. جدی ها؟ چند روزه یراقچی گوش و حواس نداره؟ حتما روی یکی کلید کرده، میخواد موتشو بگیره. اینجور وقتا حواسش فقط به سوژه است، واقعا اثر بیخیال میشه. نکنه رومزوم کرده؟ نه بابا، خودتون از لکی نگران نکنید، ما که کار بدی نکردیم، فقط یکم مسخره بازی در آوردیم. همین بچه ها، من یه چیز جالب زده به سرم. چی؟
اگرم چیزی پرسی جواب معلومه. هوا سرد آقا. کلاتو برده بینم چه وضعشه اون بر. سلام آقای عرفچی. صحبتون بخیر. صحبتون بخیر باشه. باشه زدتون. خواهش میکنم. سلام. کلاتو برده بینم این چیه؟ اون بر. کلاه رو برده بینم این فوکلاه یعنی چی؟ اون بر چیه؟ میترسی چشات سرما بخوره؟ برده بینم کلاه تو. نه آقا اجازه. اینجا وایسا حرف نزن. اجازه هوا سرده. نه خیر سرد نی برده گفتم کلاه تو. سلام سلام. کلاه رو برده بینم. برده بینم کلاه تو. این چه وضعشه؟ ها؟ از فردا کوتاه‌نشه با این طرف حسابید اون طرف. کلاه رو برده بینم این چیه؟ اونور سویدی شد که نه بابا هیچی رو نمیتونم ثابت کنم برفرزم که همه چی بفهمم فوقش اونا یه تذکر میدن ما هم یه معذرت خواهی میکنم همین من که تا وکیلم نایا درف نمیزن کلاه رو برده بینم میگم کلاه کنه این پوریا یادش بره وگرنه اگه اونم اینجوری بهت مجلسه خیلی بد میشه امیدوارم امروز حسابی خوب حرکت کنم همه بیان این طرف بیان دنبال من بیا بالا سمت دفتر گوش بده آقا من یه مدتی شما رو آزاد گذاشتم دیگه دارید با همه چی شوخی نظم مدرسه مگه شوخی برداره ها؟ یه روز میبینید که همه یه جور لباس میشه فرداش یه مسخره بازیه دیگه من اجازه نمیدم تو این مدرسه چیزای غیر متعارف باب بشه یه روز میبینی یه نفر یه دونه کلاه مسخره میذاره سرش فردا همه میبینی همونو تکرار آقایون خودتون نظم و انضباط رعایت کنید کارو به جایی نرسونید چون وقت من مجبور بشم با دانش آموز خاطیب برخورد کنم آقای پوریا کاظمی یه بار ببینم بفهم این چه کلاهی گذاشتی سری؟ تو نمیگی میخوری زمین دفعات میشکنه؟ آدم برای مسخره بازی بود همه کاری بکنه؟ نخند آقا نخند آقا برو سر سر خب آماده؟ امیدوارم که حرفای منو جدی بگیری و اونا رو دونه به دونه رعایت کنی برو سر کلاس بفرمایید صفحه بعدی بره شما هم که برو آقا بفرد دوباره اون صفحه برو آقا حرکت کن آقا نقشه را چه خوشگه آچار میکشم منم که تند و تیزم تیش میسوزم یه قطعه خورده چه سرما نمیخوری؟ چیزه بگم خجالت کشم سرما در بیارم مگه پاره است؟ نه بابا نه صبح داشتم میومدم اون پلیورم کثیف بود مجبور شدم واسه خواهرم بپوشم چی دخترم است تو دیگه خیلی دیوونه خیلی نچایی بیان چطور از امروز همه اینجوری بپوشیم بعدم نیستا بذار یراقچی متوجه شه هیچ رقم حریف ما نیست بچه من یه فکری دارم بهتر نیست از امروز همه زیپا بره بالا
بله بله بسیار. آقای مدنی بود، گفت ربع ساعت دیر میاد. ببین کدوم کلاس درس داره، مواظب بچه‌هاش باش. با کلاس 3 آقا. او از خانمت چه خبر؟ بهترن؟ ولی راستیت چی بخواد؟ همچه حالش خیلی خوب نیست. بیا و چند روز برو مرخصی، به حرف من گوش کن. اینجوری از اینجا مونده و از اونجا رونده میشی ها. خیلی میبخشید آقا، مگه من تا حالا از کارم کم گذاشتم؟ کم نذاشتی، ولی عصبی شدی. حقم داری خوب، ولی نمیشه اینجوری که. به خودت نگاه کن، این یه هفته چقدر پریشون بودی. بله جانم بابا، بی خود میکنه قبول نکنه. تو دفترچه رو برده برو بیمارستان، من کارم هم که تموم شد خودم حتما میرسونم. نه 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 نه، ببین بس یادت نره غذا رو بذار رو بخاری گرم میشه. داداشت که اومد غذا رو میخواد بخوری گرم میشه. خب آره آره، خیالت راحت باشه. همش 5 دقیقه است که آقای مدنی تأخیر کرده. کل کلاس و مدرسه و همه رو سرتون گذاشتین. من دفتر کار دارم، باید برم دفتر. صدا از کسی من نشنوم. آروم بشینید، چند دقیقه دیگه آقای مدنی میاد. زیپا رو برای چه اینقدر خرخره کشیدید بالا؟ زیپا پایین! حتما اینم یه مسخره بازی دیگه است، نه؟ دیگه شماها شورشو درآوردید. این همه من صبح سر صف براتون چیکار کردم؟ صحبت کردم. من دنبالشم، ببینم این فتنه فقط زیر سر کیه. وای به حالش اگه بفهمم اون کیه. مطمئن باشید که من میفهمم. اگه نفهمیدم اون وقت یراقچی نیستم. شما نشنیدی چی گفتم؟ بلند شو ببینم. اون لباس تو درست کن. نمیتونم آقا. نمیتونی؟ با من لجبازی میکنی؟ سردمون آقا، نمیتونی. سردته نمیتونی؟ گفتم اون کاپشن رو باز کن. مگه چی پوشیدی زیرش؟ هیچی آقا، هیچی. هیچی تنت نیست؟ مگه میشه؟ کاپشن رو در بیار بینم. گفتم کاپشن رو درش بیار. آقا این مال خواهرمه، مجبور شدم بپوشم. مامانم صبح لباسامو شسته بود. که بیایی مدرسه دوستاتو بخندونی. به خدا دروغ نمیگم آقا. دفتر. آقا دیگه تکرار نمیشه. برو دفتر آقا تو من بیام. گفتم دفتر. دو نمره از انضباط کل کلاس کم میشه. تو هم آقایون معنای نظم انضباطو بفهمن و هم بدونن یراقچی با کسی شوخی نداره. برپا. آقا تو زحمت افتادید.
برجا. چیز قابل داری نیست، 30 سنه درشو باز نکردم، حالا گذاشتمش کنار، سر عرض بودم بودم. این شد دکتر جان، ما خیلی سر از این جواهرالات در نمیاریم. فلواقع این بلدیان بلدیان که میگن همینه برادر. فکر میکنم این جفت گمشده جواهر عباس‌قلی پسر مظفرالدین شاهه. مثلا چقدر میارزه؟ شما اگه اجازه بدیم من زودتر بدم، تا اینو نذارم تو اون گاف صندوق این دلم آروم نمیگیره. گاف صندوق باز کن میخوام. خیر باشه ایشالله. خیر و شهرش رو بدش کن. پاتوقش کجاست؟ پاتوق نداره، تو شوش تو کار فلافله. پس تو جلدی برو، خراب شد سرش. میخوام این مغازه بگیرم توش فلافل بریزم، اگه بیای همه چی رلس. چرا من؟ حالا با 20 میلیون کارت راه میفته، میتونی مغازه بزنی؟ بله بله، شریک هم داره. آره خودشه، میبینی چه قبقیه. یه وقت نزنی ناکارش کنی. چهار روزی چی نگفتم؟ فکر کردید یراخچی تموم شده ها؟ اون وقت جنابالی بر تو چشم من نگاه کنی و به ریش من بخندی. نه؟ آقا ما اصلا حرف نزن. وقتی یک هفته از مدرسه اخراج شدی اون وقت میفهمی که نظم و انضباط یعنی چی؟ چیزی شده آقا یراخچی؟ دیگه چی میخواستی بشه آقا؟ رفته بلیز خواهرش رو تنش کرده، اومده تو مدرسه که بنده رو مسخره کنه. زیپتو باز کن. آقا تو رو باز کن تا بلیزتو ایشون ببینه. بفرمید آقا. آقا به خدا مجبور شدیم، لباس نداشتیم. آقا یرفچی تشی بیاری. پسرم تو همونجا باش. کمال جان تو ماشاءالله این همه سابقه داری، باید از چهره بچه بخونی که آیا راست میگه یا دروغ میگه. این بچه داره راست میگه. حالا چطور شده تو خونه شد لباسو بیراهن پیدا نکرده مجبور شده اینو بپوشه؟ ولی من باید آقا حواسم جمع باشه. بله همونطور که گفتی باید حواست جمع باشه که اون مسئله امروز پیش نیاد اونطوری اون بچه رو ضایع کردی. الانم این بچه رو ضایع کردی. من خواهش میکنم حواست جمع باشه. اون مدتیه به هم ریخته هستی کمال جان. تو باید این مدت بری مرخصی به زن و بچهات برسی، به خودت برسی. اعصابت خرابه، باید آرامش پیدا کنی. به این بچه‌م بگو پدر مادرشو بیارن باهاشون صحبت کن. باشه. فردا صبح بدون اولیا اینجا پیدات نمیشه. بازم باشده منو نگاه میکنه. گفتم برو. چی شد؟ یراقچی چی بهت گفت؟ هیچ. چی میخواستی بگه؟ گفت فردا با پدر مادرش بیاد دیگه. یه سری دیگه من از خرابیز در میارم، اون وقت من باید تنبی بشم. حق دارم، راست میگه، اون به خاطر ما تنبی شد. تقصیر ما چیه؟ یراقچی رو اوقاتی کرد. حالا که چی؟ میخوای اعلام جنگ کنیم با یراقچی؟ گوش کنید، من امروز میرم پیش آقای کاویانی،
بهش میگم که رفتار آقای یراقچی با بیاد اصلا خوب نبود. خب که چی؟ مثلا چی بشه؟ راست میگه، اینجوری فایده نداره. همه کلاسی نامه می نویسیم میریم دست آقای کاویانی، توش می نویسیم که تقصیر آقای یراقچی بود. آقا همه بچه های کلاس باید این نامه رو امضا کنن، حتی به زور. لازم نکرده، همش اینقدر مرد هستن که بخوان از بیاد حمایت کنن. من مخالفم، این نامه تند و بی‌ادبانه است. اینو میخواییم بدید به کاویانی؟ یراقچی مرد سنگدلی است که تا کنون چند کودک بیگناه را به باد کتک گرفته است. این دروغه. یراقچی تا حالا کیو زده؟ آقا سعید، اینا دیگه برای محکم کاریه. من امضا نمی کنم. باید حقیقت رو نوشت، مؤدبانه و رسمی. سعید راست میگه، وقتی حق با ماست چرا الکی دروغ بنویسیم؟ زنگم خورد، الان بچه ها میان سر کلاس. تا زنگ آخر بعد همه نامه رو امضا کرده باشن. زنگ تفریح بعدم نامه رو میدیم با آقای کاویانی، آقای نویسنده. بعد یه نامه رسمی و با ادبانه بنویسیم. حله؟ حله حله. یه وقتا یه دفعه غیبش میزنه، آدم برای یه استکان چایه باید بالبال بزنه. و میگم تو چطور مرد؟ چرا اینقدر پریشونی؟ خبری شده از بیمارستان؟ نه دیگه هیچ خبری نشده، برای همین اینقدر نگرانم. بابا اینجوری داغون نشی، دو روز مرخصی بگی برو کارای زنت برس. زن بیچاره تو چه گناهی کرده که تو ناظم مدرسه ها؟ خدا پدرتو بیامرزا، زبونمو در اومد بد که بهش گفتن. چه نگه دست دست میکنی؟ آقا من مرخصی بگیرم برم بیمارستان، کی میخواد کارهای مدرسه رو انجام بده؟ ای بابا انجام بگه کارهای مدرسه که انگار چه کاری هست. مگه من اینجوری؟ ببین حرفای منو میزنه، عدد خواهش میکنی. نه من میخوام به شما عرض کنم که من الان حضورم اینجا. آقا جان اجازه بده، من جات میسم، کاراتم انجام میدم، بچهای کلاس سومم که از ما چه حسابی حساب میبرن دیگه. ببین من میخوام خدمت شما عرض کنم. نمیخواد عرض کنی اونجام برم، من نگران. آقا جان، آقا کاویانی جان، من خواهش میکنم ازتون، شما لطف کنید دو روز مرخصی برای ایشون بنویسید. خب اگرم حرف زد برگشو مینویسی تعلیق از خدمت. بگی برو پیش زنت، تو هم خدا پدرتو بیا. زنده باش سلام. برو حرف تو رو قبول. اقلا بذارید من بگم چه کارهایی باید انجام. نمیخواد، من یه زنگ زده. برو برو خبرشم بده. معاونت هم به ما میاد، فقط یه دست کت شلوار میخواد. بله باید زنگو بزنی، زنگ تفریح بچه ها. بله بله بله. بهتر نیست نامه رو از در بندازیم تو دفترش؟ آقا سعید اگه آقای یراقچی بفهمه برات بد میشه. نه بابا اتفاق نمیفته، حق با فرشیده، نه با رئیس کرد. موزه یراقچی حال خوشی نداره، خیلی موزه خوشی. نامه رو بده من.
من میبرم اینزم تو دفتر. چجوری؟ آقا شنگ کارشو بلده. چی نیست گیر بده؟ نامه؟ نامه کار خوش کرده دیگه. لابد کامیانی بهش گفته. خوب صبح زن زنه پوریا رو بیدار کردم. بیا بازم خواب مونده. آقا پسر ببینم مگه تو مرض داری کله سر میه زنگ خونه مردم میزنی ها؟ شوخی کردم بابا، اگه شما نبودید الان یرخش 25 صدون از من کم میکرد، بعد اون وقت نمره انضباط هم میشه چند؟ صفر. بریم سر سر. بریم. عزیزان من سلام، صبحتون بخیر. سلام. بلند جواب منو بدید ببینم. عزیزان من سلام. سلام. بچه آقا زاره تو رادیو کامی کما نمیدونستی. عزیزان من صبح قشنگتون رو چجوری آغاز کردیم؟ حالا میخوام بلندتر جواب بدید خوب. عزیزان من صبح قشنگتون رو چجوری آغاز کردیم؟ خدمت رو عرض کنم که یه مشکل کوچیکی بر آقای یراقچی به وجود آمده که چند روزی من جای ایشون هستم. امیدوارم ما با هم دیگه مشکلی نداشته باشیم عزیزان من. مفهومه؟ حالا خیلی آرام میرید به طرف کلاساتون. بفرمایید. عزیزان من، عزیزان من، حال کردین یراقچی چطوری کله پا شد؟ من میدونستم کاویانی آدم منطقی و درستیه، فهمید یراقچی به درد ما نمیخوره. ولی این زهره هم اینه بچه دوستانی با آدم رفتار میکنه. چیه؟ بدت میاد بهت بگن عزیز من؟ دوست داری مثل یراقچی بکشدت پای صف بچه ها هوت کنن؟ من خیلی به این عزیزان من گفتن اطمینان ندارم. چرا؟ چون یه جورایی مشکوک میزنه، اصلا با هم دیگه نمیخونه. زاره همه فن حریفه، هم ریاضی درس میده هم حرف و فن. تازه نازم هم که شده عشق پروازم که هست. پسر به نفع ماست، وقتی سر شلوغ باشه کمتر وقت میکنه ما گیر بده. یعنی واقعا یراقچی اخراج شده؟ آقای زاره میگم این روز اول کاریتون رو همچه پرنشاد و پر انرژی شروع کردین. خسته نباشین. خب اینم یه روشه که اونجان همه بچه ها احساس راحتی میکنن. بفرمایید. اینم کلید کتاب خونه، فراموش نکنید که دوباره قبلش کنید. چشم رو حتما. با اجازه. یادتون باشه کلاس 3-3 درس دارید. بله حتما، کتاب بردارم آقا رفتم سر کلاس. با اجازه. قربون شما. خدا حافظ. ببین زاره جان. جانم راستش این همسایه ها تماس گرفتن، خواهش کردن، یعنی در واقع گله کردن که صدای مراسم صبحگاهی خیلی بالا بوده، بنابراین نیازی نداری که شما اینقدر داد بکشین. یه جوری باید باشی که مردم ناراحت نشن. ها؟ بله بله. چشم چشم. خواهش. نامه سرگشاده یک قالب ادبی است که نویسنده در آن عقاید و افکار خود را درباره موضوع خاصی بیان می‌کند. خوبه، کافیه. نگه دار، بقیه‌شو ول کن. برو خط آخر بخون.
نامه های پدری به دخترش نوشته نهرو. نهرو نه، نهرو. نامه های پدری به دخترش نوشته نهرو نخست وزیر فقیه در هند که خطاب به دخترش ایندیرا گاندی نوشته شده است، کتابی است در قالب نامه هدن. منظورش این کتاب بچه ها. در واقع هیچ کس نیست که در خود مقداری خوبی و مقداری بدی نداشته باشد. ما باید خوبی را هر جا که پیدا می کنیم بگیریم و بکوشیم که بدی را هم از هر کجا که هست دور بسازیم. بچه ها یک نوعی از نامه، نامه سرگشاده است که می شناسیم. مثل نامه هایی که تو این کتاب چاپ شده، که تأثیر خیلی زیادی رو ذهن خانم ایندیرا گاندی گذاشته و بچه هایی که این کتاب رو خوندن. به شما هم توصیه میکنم که این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. آقا ما هم یه نامه نوشتیم تأثیر زیادی گذاشت، البته سرش باز نبود و تا شده بود. مزده نپرمون. حالا بگو ببینم آقای مهندس، رو کی و چه تأثیر گذاشته؟ آقا رو آقای کاویانی. باز شد آقای یراقچی اخراج کنه. چی؟ کی گفت آقای یراقچی اخراج شده؟ قضیه اصلا چیز دیگه ایه. وقتی آقا کیان قضیه آقا یراقچی و مریضی خانومش رو گفت خیلی دلم سوخت. تمام این مدت خانومش مریض بوده، دلش نمیاد ما رو برکنه بره. اون وقت ما واردش اون چرت و پرتا نمیش. خدا کنه آقا کاویانی چیزی بهش نگفته باشه. ولی خودش قضیه لباس یاسر رو تقصیر خودمون بود. خیلی زیاده روی کردیم. خب ما از کجا میدونستیم یراقچی آب روغن قاطی کرده و مشکل داره؟ باش زودتر بیا، این زاره دیگه شویشو داره در میاره. اون عزیز آن من گفتن، عزیز آن من گفتن، اون خنده هاش دیگه همه چی داره ممنون میکنه. همین امروز صبح توپ منو گرفته، بهش میگم بده جرمه بنویسه. آخه آقای یراقچی کی این کارو کرده بود؟ به فوق باش توپ هم گرفت زنگ خانه میداد دیگه. ببین پسرم، اون روز حال من همچین خیلی خوب نبود. چرا؟ آقا اصلا اشکال نداره. ما همسن شما که بودیم یه دونه به سلام و نازم داشتیم که اونم منو با یه بچه دیگه اشتباه گرفته. خدا اشکال نداره. بعد خلاصه یه روز اومد سراغ من و یخه منو گرفت و به من گفتش که آقا تو خدا اشکال نداره. بخور. زود بخور بلند شو برو سر کلاس. بیا حالا چایی هم بخور. حتما بعد شربت شیرینی بخور، شیرینی هم خیلی خوبه. این شکلات هم هستش. دست شما درد نکنه. آقای جزه بفرم. من دارم نمیخواد شما خود بخور. بفرم بخور باری کلا. شیرینی هم
ایران است، سرزمین ماندگار. روزی روزگاری خاری در چشم بزاز خسیس رفت. به دادم برس خاری خدایی در چشم برو رفته. به دادم برس دیده گارم تار شده. همه چیز را فلو میبینم. ببینم داداش کپلی سری چی بگی بلا همو میبینه. چی شده؟ چه ستو باز کن میرم؟ قدرت جون ریدی فش کن واسه ریدی فش کن. ببین داداش اینجوری نمیشه، دوتا رو بیشتر نداری، یا باید بری پیش طبیب یا باید بری پیش بعیدتر. خب و اینا چه فرقایی با هم دارن آخه؟ آها همینه داداش، فرقش تو تفاوتشه. دو کی آدم ها رو درمان میکنه، حق ویزیتش هم بدون دفتر چه خیلی زیاد میشه، اما بیتار چاربار رو درمان میکنه، حق ویزیتش هم نصف دو کیه. اما چون شما آدم تصیف دارین همینطوری تو مطب دکتر تیرات نمیدم. درد دارد به دادم برس میسوزم. قدرت جون ریدی فشم واسه همو جسمو سالان رشید بزن. بیا اینو بگی کارت ناین رو میفته دادش، برو خارتی چشه در بیا، خطرناکه دیگه، شیطونی نکنی. بزاز خسیس که از رفتن نزد حکیم به دلیل بالا بودن تعرفه ویزیت سرباز میزد، به دلیل ارزانی عمل چشم نزد بیتار آمد. بیتار هم با او چنان کرد که با چهار پایان میبرد. چی شده؟ چرا اینقدر سر صدا میکنی؟ بیا اینجا ببینم که دوای دردم میدانم. چطور چای؟ باید میتونم قصر پادشاه را فرش کنم. چای یا میشه چی؟ همش برای خودم، برای خودم. پارچه های گرم قیمت. چه شد؟ چه بلایی من سرم آورده دادان. بزاز بیچاره وقتی پیش آمد متوجه شد که از راه